عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین و در هر کجای دنیا که هستین لباس عافیت برتن داشته باشین. زهرا محمدی هستم، با یک برنامه متفاوت در خدمت شما عزیزان قرار دارم و امروز یک مهمان ویژه دارم که حالا هم در راه است و ازش خبر گرفتیم که میاید در اینجا با ما یک برنامه داشته باشه و تا آخر ویدیو با ما یک جای باشه. خوش آمدید در ادامه ویدیو با ما. خب دوستای عزیز، مهمان ما هم رسیده و شاید شما هم او را بشناسید. منیره رضایی هست. خب سلام منیره جان، خوبستید؟ تشکر زهرا جان، سلام به خودت، امیدوارم که خوب باشی و یک سلام خدمت همه شما عزیزای دل. امیدوارم در هر جایی که هستین خوب و خوش باشین و از گزند روزگار در امان الله بیرمتا باشین. و تشکر زهرا جان از اینکه در برنامه امروز ما دعوت کردید. خواهش میکنم. خوب منیره جان، در ازی چند وقت در کجا بودی و مصروف چی کارا بودی؟ خب زهرا جان، این سوال چند نفر دیگه هم از من پرسان کرده بود، هم از همکارا هم از دوستا و بیننده ها، که چرا نیستی و چرا در طلوع نوی فعالیت نداریم. عزیزان، من یک مدت یک مقدار مصروف بودم، مصروف درس ها و کارا، با ما خاطر نمیشد که در سر برنامه ها بیاییم. خب در این مدت مصروف همه کارا بودم و انشاءالله بعد از این دیگه ما هستیم. اینه دوستای عزیز، از این بعد منیره جان هم همراه ما کار مونه. و خودت منیره جان چند وقت میشه که در یوتیوب کار مونه؟ زهرا جان تقریبا یک یا یک نیم سال میشه که من در یوتیوب کار مونه. و بهترین خاطره تو از کار کردن یا بهترین ویدیویی که ثبت کردی کدام بوده؟ خب در کل آدم در هر برنامه در هر درامه خودتان هستی که در کل کلش خاطره هستن و خاطره که زیاده از کل ویدیوها هم خاطره دارم. حتما یکان خاطره بعدم داری کدومش به نظر که بدترین خاطره تو رو بوده؟ بدترین خاطره از زمانی که در چینل یوتیوب رسانه رسا کار میکردم. یک روز ما قرار بود برنامه گزارشی داشته باشم، مهمان داشتیم و من خودم در اون مدت در کورس فعالیت داشتم. باز از این جهنی فکر که خیلی با عجله رفتم که آخرشم مهمان ما پیام دادم که من امروز آمده نمیتونم و اینمی دیگه بر من خیلی خاطره بعد به خاطر که امروز من کلن کارهای دیگه خودمانده بودم، یه آمادگی گرفته بودم، چقدر با عجله رفتم، آخرشم رفتم که مهمان نامده دیگه کدام خاطره بدی نداشتم. خب در طول از این یک نیم سال که کار کردین، کی بهترین تشویق کننده و حمایتگر شما بوده؟ خب در کل دوستا و مثلا فامیل همگی مرد تشویق کرده، ولی بیشتر کسایی که مرد تشویق کرده خانم بیادر ما هسته و بیادر ما هسته که دو نفر یعنی بسیار زیاد رول داشته در اینکه ما آمدیم در دنیای رسانه و در یوتیوب فعالیت کردیم، اینا زیادتر مرد تشویق کردن. و آیا تا حالا در دنیای رسانه شکست خوردی یا ناامید شدی هیچ وقت؟ خب زهرا جان، نه تنها یک آدم در دنیای رسانه، بلکه در هر کاری که آدم بخواد شروع کنه حتما سختی ها و مشکلات خود دارن. آدم در سختی ها و مشکلات برمیخوره، ولی ای که آدم یک تصمیم بگیره باید که تصمیم خوب باشه. وقتی بخوای در آرزوی خوب برسی، پس نباید شکست قبول کنی، یعنی هر قدر شرایط سخت هم بیاید بازم آدم باید تا حدی که میتونه کوشش کنه تا ای که به مو هدف و آرزو یا مو کار را که شروع کرده در مو برسی. و برای خود من خیلی مشکلات ها پیش آمدن، یا مثلا خیلی ها شاید برای من نظرات منفی داده باشم، ولی بازم من ادامه دادم تا به اینجا رسیدم. خب چی باعث شد که در دنیای رسانه ظاهر شوی؟ خب من در کل از خورترکی یا آرزو رزگی خوش داشتم، همه فیلم کار کردن و نقش بازی کردن، در کل همه بخش ژورنالیسم رو دوست داشتم و همه شوق علاقه بودم که من آمدم در دنیای رسانه و در یوتیوب. خب بیشتر شما شعر هم دکلمه میکنین و هم نقش سریال یا فیلم هم کار میکنین،
خب در کدومش بیشتر راحت هستین و کدومش زیادتر دوست دارین؟ خب برای من هر دوش فرق نمیکنه، یعنی هر دوش دوست دارم، هم دکلمه کردن شعر و هم فیلم کار کردن یا نقش کار کردن در سریال و درامه را، و هر دوش برای من دلچسب است و هر دوش دوست دارم دیگه. بیشتر برای من دکلمه. خب خانم رضای، خوب شد که گفتی، خود من از دکلمه شما لذت میبرم. همه قدر که زیدم هم واقعا خوشم میاد و حالی هم اگر میتونی برای ما و دوسته هم یک دکلمه کنی. خب چرا که نه. خب یک دکلمه میکنم، امیدوارم که مورد پسندم قرار بگیرم. خود گناهکاریم و از دنیا شکایت میکنیم، خود گناهکاریم و از دنیا شکایت میکنیم، غافل از خود دیگری را هم قضاوت میکنیم. کودک جان میدهد از درد فقر و ما هنوز چشم میبندیم و هر شب خواب راحت میکنیم. عمر کوتاه است و دنیا فانی و با این وجود، عمر کوتاه است و دنیا فانی و با این وجود، ما به این دنیای فانی زود عادت میکنیم. ما که بردیم آبرو از عشق، پس دیگر چرا عشق را با واژه های من بی‌شرافت میکنیم. کاش پاسخ داشت این پرسش که ما در زندگی، کاش پاسخ داشت این پرسش که ما در زندگی با همیم، اما چرا احساس غربت میکنیم. من به این مصرع یقین دارم که روزی میرسد سوره از عشق را با هم قرائت میکنیم، سوره از عشق را با هم قرائت میکنیم. اینم کوتاه دکلمه نظمه بود. خدمت شما. سوره دکلمه عالی بود و امیدوارم که دوستم خوشش آمده باشن. به منیر جان تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتی، و اگر خودت کدام گفتنی داشته باشی. خب زهرا جان تشکر از اینکه دعوت کردی، خوب شد که خود دیدم همراه یک برنامه داشتم. بسیار زیاد تشکر. و عزیزا دیگه کدام گفتنی ندارم، فقط منتظر بهترین برنامه های ما باشید. خب دوستا در پایانی برنامه میرسیم و تا برنامه های بعدی خود...